72 زوج امروز به هم میرسند. خودت پلان داری که در چنین مراسم عروسی خودت برگزار شوید؟ انشالله. جلسه امروز هم که میبینید بالای 4000 نفر ما مهمان داریم، الحمدلله بسیار جلسه با کیفیت و با شکوه است. برادر زیاد دوست دارد، من آقا دامات دو دانه گرفتم، ای که پیش سوری از دوستا یک دانه که کسی من دو برادرش هست، دو دوستش هست، دو دانه که گرفتم. وقتی خواستگاری آمد خانه ما، به دفتر ما خواستگاری کردن، قبول کردن، در مدت که من در بازمی تایی دیش جمعی کیا بود، اما از ما درخواست کرد، درخواست تایی دیش جمعی را. بدون از اینکه ما چیزی از اینا بگذارم به سر اصلا، یا چیزی از اینا تقاضا کنم، من بلا معطل حاضر شدیم که تایی دیش جمعی ما از اینا بگذارم. با اشتیاق تمام برای ترویج فرهنگ و برای ترویج از فرهنگ برای همنسلان و فکران خود، انشاءالله خواستیم که قدم بگذاریم و این فرهنگ بر ترویج خود ما عملا قدم بگذاریم و بخواییم ببینیم که ما پیش میریم انشاءالله. به نظر من اگه فرهنگ جامعی شوه، یعنی همه از فرهنگ استفاده کنه، خیلی از مشکلات جوانای ما حل میشه. این دایزی ماشاءالله آقا داماتا را شما میبینین که خیلی هم خوشحال هستن و بدون شک روز عروسی روز خیلی خوشحالی میبشه. خداوند نصیب همه جوانا کنه و جوانایی که یکی دارن نصیبشان دوام کنه. های اقتصاد کل جامعه کمک کنند و از مصارف گزافی که در عروسی ها میشوند از اونها جلوگیری کنند. اختلاف بین عروس داماد و خانواده های عروس داماد پس از عروسی شروع میشن و ادامه دارن و حتی میبینیم اگر به دفترها مراجعه کنیم، ما همچنین عروسی ها را سرانجامشان طلاق هستند. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود تقدیم همه شما خوبان. با امید صد سلامتی دوستای عزیز، جای خوشبختی است و امروز با شما خوش خبری داریم. 72 زوج امروز به هم میرسند با کمک آدم های خیراندیش و بزرگانی که هنوز هم در کشور ما وجود دارند و چنین عروسی های باشان و باشوکت برگزار میکنند که بدون شک ضرورت خیلی جوان هاست و یکی سی زیاد از هموطنان ما بنابر مشکلات اقتصادی نمیتونستند بالاخره عروسی کنند و بالاخره این عروسی های دست جمعی واقعا یک کار خیلی عالی و بجایی است که جوان های زیاد را بالاخره به هم میرسانند، خانواده های زیاد را به هم میرسانند. امیدوار هستم که این چنین فرهنگ ها ترویج پیدا کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز،
سلام. علیکم سلام. چه در برادر؟ سلام به شما. بسیار زیاد تبریک باشه براتون. تشکر. زنده باشید. سلامت باشین. در رابطه با این بگین که مراسم از چه وقت پلانش بود و سرانجام امروز ماشاءالله عروسی تان است. با چقدر واقعا فرهنگ خوب است که عام شود در تمام افغانستان و از این رسم و رواج های مبتذل خلاص شویم. سوال زیاد کردین، نمیدونم کدام شو اول جواب بدم. مدت یک سال بودن که خودم در کشور ایران بودم، مستری درس میخواندم و در اونجا ما فرهنگ ایران رو دیدیم که با بسیار فرهنگ خوب عروسی هایشان رو میگرن و از لحاظ معنوی و از لحاظ اقتصادی بسیار با یک ارزش های بسیار بالای مراسم عروسیشان رو برگزار میکنن. یک ایده برای شخصا خودم ایجاد شدن که بتانم با همچون مراسمی را پیدا کنم و عروسی خود را در اونجا پیش بگیرم که امروز مؤسسه به نام پناه ایترت که از دوست ما هستند و جناب دکتر صاحب و آقای سیرت یک دوست نزدیک ما هستند، به اونا به تماس شدیم، به اونا ثبت نام کردن و امروز آمدیم مراسم برگذاشتن. این رسم رواج های مبتذل که در مراسم عروسی می باشه و اسراف هایی که وجود دارد چقدر واقعا کمرشکن است و چقدر باعث ازی میشه که روابط ها تیره شد و سرانجام باعث بی نظمی در اجتماع گردن؟ خب یک بحث بسیار کلان هستن که شما گفتین، چندین تا ابعاد داره، ابعاد اجتماعی دارن و ابعاد روانشناختی دارن که اختلاف بین عروس داماد و خانواده های عروس داماد پس از عروسی شروع میشن و ادامه دارن و حتی میبینیم اگر به دفترها مراجعه کنیم ما همچون عروسی ها را سرانجامشان طلاق هستن. بیایم پیام برای جوانایی هستند که عروسی بیایم می مصارف های کمشکن و مصارف های مبتذلی که در جامعه فعلا فرهنگ شده مرد شده اونا را بیایم فرهنگ شکنی کنیم. بیندای عزیز طرف هم دیگه زیاد از خوهرهای ما هم یک عدد کیک پیشانه است تا به یک آقا داماد و یک جوره برسانن و امیدوارستم که خوشبخت باشن. جوره ها بدون شک خوشبخت هستن چون عروسی چون به طریقه سنت شده. سلام بار. علیکم سلام. چه داری ساعت هم خوب است؟ خوب استم شکر. خیلی سلامت باشین. از دوستا اشتراک کردم؟ نه از دوستا اشتراک نکردم، ما تقریبا هر سال اینجا انضباط هستیم. سال هم خواستیم که بیاییم. چقدر واقعا این فرهنگ خوب است در وضعیت فعلی افغانستان؟ به نظر من این فرهنگ خیلی خوبه که بعضی ها بسانه خوب استفاده کنه ازش خیلی خوبه، چون این وضعیت وضعیت است که باید همچنین یک کار شود. رسم رواج های غلط که در افغانستان است و همو والوار که میگن یا پویانه خیلی بلند است، جوانان زیادش مجرد مانده، چقدر واقعا این فرهنگ اگر عام شود همه مردم افغانستان از استفاده کنند چقدر واقعا به نظر شما امن و نظم در جامعه بهتر میشه و زیادتر میشه؟ به نظر من اگر فرهنگ جامعه شود، یعنی همه از فرهنگ استفاده کنه، خیلی از مشکلات جوانای ما حل میشه، چون بیشتری و اکثریان جوانای ما که نامزاد هستن به خاطر نداشتن تویانه یا مثلا مشکلات اقتصادی نمیتونه عروسی کنه. اگر از فرهنگ استفاده کنه به نظر خیلی خوب است. از شما دوستای نزدیک مثل برادر باشن، خواهر باشن اشتراک خواهد کرد در چنین مراسم یا از طرف فامیل شما پسندیده شده این موضوع یا خیر؟ از طرف فامیل من دیروز در عروسی دست جمعی بنیاد امام علی اشتراک کرده بود، امروز کسی اینجا نیست، دیروز بیادر این بود امروز نیست. برادرتان عروسیش بود؟ آره. خیلی تبریک باشه. تشکر. چقدر دیگه مصرف بالای تانم یک ایسی مصرف از طرف بنیاد داده شد؟ فقط مصرفی بس چیزایی که باید انجام میدادیم برای عروس دیگه خیلی کمک کرد، خیلی خوبه. به نظر من فقط موضوع اقتصادیش در نظر نمیگیریم، برنامه هایی که در اینجا اجرا میشه مثلا عروسی های دیگر در نظر میگیریم، مراسم ناحق میکنن و یک برنامه ای چیز نداره. به نظر من خیلی خوب بود، عالی بود. بسیار زیاد تشکر. دای عزیز ما با هموطنهای دیگه هم صحبت هایی میداشته باشیم، با ما همراه باشین. رفاه ماشاءالله تیم انتظامی که به خاطر ترتیب و تنظیم برنامه
صف آراستن و یک عدد کیک هم پیشون است. با یکی از دوستای دیگه هم صحبت میکنیم که با ما خودمشون صحبت میکنن. با شما صحبت میکنیم. سلام خواهر. سلام. چه حال داری؟ صحتتون خوب است؟ تشکر. زنده باشی. تبریک باشم. زنده باشی. از دوستا اشتراک کردن کسی؟ از نزدیکای شما در این مراسم است؟ نه. چقدر واقعا خوب میشه این مراسم و چقدر عام شدن از این باعث از این میشه که جامعه ما شما از مو مراسم غلطی که در افغانستان هستن دور شوا و بالاخره به همون سیستم اصلی که واقعا ضرورت هست برسن. بله، این خیلی یکی از راهاشی است که اسلام تبلیغ میشه. دومیش که مثلا تبلیغ میشه با مردم که این همچون مراسمای بد نیست. مثلا اونا فکر میکنن یک کسل کننده است یا چیز. بله، وقتی که همچون مراسمای رو ببینن واقعا میبینن که بهتر است از اون مراسمای که بایکوبی داره و داخل گناه میشن مردم، اینا خیلی خوب است. خودت پلان داری که در چنین مراسم عروسی خودت برگزار شوی؟ ان شاء الله، هر چی خواست خدا باشه. یعنی خودت راضی هستی؟ چون کسی از خواست هم عروس ها باز راضی نباشه، میگه عروسی ما باید در مستقل باشه و باشان شوکت باشه و نیفهم موضوعات. برای خودت رای موضوع مهم است؟ نه خیر، نه، چون او اولش اسراف است. خیلی قیمتای گزاف مثلا خیلی چیزای بیهوده بهیده و بی‌معنای است که از کشورهای غربی در کشور ما ترویج میشن و این با همچین مراسمای اونا از بین میرن. ما فقط مثلا مراسمای اسلامی خود ما که هستن امونا فقط ترویج میشن. اینا خیلی خوب است. پیامون گفتنی که داشته باشی قبل زنده باشین. فقط از مردم میخوایم که با مو دین آیین خودتان برین و فقط مثلا از کشورهای غربی تقلید نکنین. این رقمی باعث میشه که برعکس کشورهای غربی خود بسیار یک عروسی مختصر میباشنه، فقط یک نکاح و خلاصش یک ده نفر بالاخره یک جز باشون تیار میکنن. در افغانستان خودتون میشه که 3-4 سال دیگه هم قرضدار میمونه. خونه افغانستان که از هر کشور یک چیزی تقلید میکنن با اون رقم. بله، تمام آینه تمام کشورها رو ببینین دم عروسی های ما میباشه، از هر کشور یک آینه شدمن میباشه. بسیار زیاد تشکر. تشکر. زنده باشین. از بیندوی عزیز ماشاءالله آقا داماتا را شما میبینین که خیلی هم خوشحال هستن و بدون شک روز عروسی روز خیلی خوشحالی میباشه. خداوند نصیب همه جوانا کنه و جوانایی که یکی دارن نصیبشان دوام کنه. بسیار تبریک باشه برادر عزیز. بخیر سلامت باشین. در رابطه با این مراسم بر ما بگوین که از چی وقت پلان بود و سرانجام امروز عروسی برگزار شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. میسم نگزال هستم، یک تن از داماتا و اشتراکنده های برنامه. برنامه ازی از یک ماه قبل بود، قرار بود که برنامه برگزار شد و هماهنگی ها صورت گرفته بود. ما هم با اشتیاق تمام برای ترویج فرهنگ و برای ترویج ازی فرهنگ برای همنسلان و فکران خود انشاءالله خواستیم که قدم بگذاریم و این فرهنگ برای ترویج خود ما عملا قدم بگذاریم و بخواییم بگوییم که ما پیش میریم انشاءالله برای ترویج فرهنگ. بخیر سلامت باشه. چطور قناعت طرف مقابل یکی خواست خودتان می باشه، یکی طرف مقابل خانه خسارتان می باشه که بدون شک خواستایی می داشته باشن و لاقل هم اون پولی را که تقاضا میکنه، آیا اون پولش ما پرداختیم تو یا نه گفته یا نه؟ خب ما پولی را که قرار بوده این برگزار شده خب اضافه پرداخت نکردیم. خب نکردیم و یکی چه قسم ما توافقش گرفتیم. خوشبختانه طرف ما آدم های آگاهی بود. وقتی که از این موضوع و از مزایا و فایده های از این برنامه ما یادآور شدیم، بعد اونا همچون طرفدار همیت یک فرهنگ بودن، با ما موافقت کردن، خیلی هم تشویق کردن. چقدر خوشحال است این امروز. بخیر سلامت باشید. خوشحالی تان همیشگی باشه. تشکر. بخیر سلامت باشید. دوستای عزیز با هم دیگه هم صحبت می داشتید، با ما همراه باشید. بیندوی عزیز در کنار ما بزرگواری است که امروز شما میبینین مراسم عروسی 72 جوره از برکت وجود ایشان است. در رابطه با چگونگی عروسی و همچنان چه وقت زحمات متحمل شدن و چقدر واقعا سخت است ترتیب و تنظیم برنامه ها که ایشان ماشاءالله موفق شد 72 جوره را
با جمع اونو مشکلات هایی که علا خسار نمیفهم تویانه بالا است تویانه پا پایان است همه موضوعات ترتیب تنظیم که امرایشون صحبت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید. بخیر سلامت باشین. الحمدلله که هستین. خدا رو شکر. چیزی تشکر. این برنامه از برکت خدای متعال و توفیقات حضرت حق است و در قدم دوم حمایت های مردم ما. ما رو مردم ما خوب حمایت میکنن. یعنی هم خانواده های عروس ها و داماد ها هرچی میگیم میگن باشه. از مصارف زیاف میبرن. کوتا میایند. جوان های خود میخوان زود عروس داماد چند بخیر سر خانم زندگی خود بره. و هم خیری نزوز ما خوب حمایت میکنن. شاید باورتان نشه ما تقریبا روی یک برنامه امروز دو ماه زحمت میکشیم از ثبت نام شروع تا آمادگی های جلسات مقدماتی حدود 6-7 جلسه برای زوج ها میگیریم از لحاظ دینی از لحاظ اجتماعی از لحاظ صحی بر از اینا ورکشاپ میمانیم اینا چگونه زندگی کنن چگونه خانه به اصطلاح خانه رو فضای گرم و صمیمی بسازن از لحاظ صحی چه نکات رو رعایت کنن از لحاظ فقهی چه نکات رو رعایت بکنن و در کنار از او جلسه امروز هم که میبینیم بالای 4000 نفر ما مهمان داریم الحمدلله بسیار جلسه با کیفیت و با شکوه است اداره شما یک مقدار عرق ریزی میخواهد که ما به شدت خسته شدیم خداوند قبول کنه باشین بخیر سلامت باشین در رابطه با این برنامه بگین جناب مولیسیم که چی فرمولا چطور ترتیب تنظیم کردین و آیا مو خصوص صاحبایی که به اصطلاح برای خدا برمی آقا دامات امروز تسلیم میکنن راضی شدن که از مو خواسته های خود و از مو تویانه ها بگذرن یا شما با طرفند خاص بالاخره قناعت دادنش ما الحمدلله مردم آگاه و خبیری داریم نباید فراموش کنیم جنگل است دیگه طرف خشک خود داره جامعه است میتونیم رنگ رنگ افراد داخلش داشته باشیم ولی این عزیزان ما که امروز الحمدلله بچه‌هاشون اومدن جاروسیشون رو برگزار کرده اینا کسایی که از آگاهی لازم برخوردار شدن ما اولین کاری را که میکنیم آگاهی دهی میکنیم آگاهی دهی در رابطه با دوری از اسراف دوری از مصرف های بیجا تجمل پرستی و برخی مصارف سنگین که خودتان دیگه در جامعه شاهد شدیم و در کنار از او تلاش میکنیم اگر مواردی هم باشه که مقاومت وجود داشته باشه یا ما یا همکارا شخصا میریم میشینیم صحبت میکنیم الحمدلله تا به حال را رد نشدیم هر جای رفتیم موفق بودیم الحمدلله موفق سربلند باشید منتظر برنامه های آینده تان هم هست سلامت باشید سلامت باشید ماشاءالله یا علی مدد انشاءالله که همیشه کنار هم سفره های مشترک زندگی تا همین گونه خواهند بود و افتخار آقا داماد تقاضامندیم تا در جایگاه شرف حضور یافته است تقاضامندیم تا در جایگاه شرف حضور یافته است بنده عزیز در کنار ما یکی از بزرگوارایی است که در مجلس بزرگ عروسی دست جمعی 72 زوج اشتراک کردند و از اهمیت این عروسی ازشان میپرسیم جناب مولیس محترم سیزی تشکر که فرصت گذاشتید اگر در رابطه به اهمیت این عروسی بر ما بگوین و همچنین چقدر واقعا یک فرهنگ نیک و پسندیده است مراسم عروسی دست جمعی از آن جایی دارای اهمیت است اول یک پیام مهم داره که چرا یک تعداد زیادی از مسلمانان روز اجده قدیر را به عنوان جشن میگیرن به عنوان عید تجلیل میکنن و مراسم های ازدواج و عروسیش را در این روز میگیرن چون در این روز طبق حدیث قدیر و واقعه بزرگ قدیر که علمای اهل سنت و تشیع نقل کرده دین مقدس اسلام در این روز تکمیل می شود و نعمت در این روز برای مسلمان تکمیل می شود و عروسی هایی که در این روزها برگزار می شوند یکی از مهمترین پیام هایش برای مردم اینه که دین مقدس اسلام توصیه کرده که در زندگی خود اسراف نکنین، تبذیر نکنین یعنی مصارف بیجا نداشته باشین و این عروسی های دست جمعی هم دقیقا در راستای همین هدف حرکت میکنه و همین هدف رو تأمین میکنه که زندگی رو سخت نگیرین و بدون تکلف و زحمت آغاز کنین تا اینکه ازدواج کنین مثلا پول زیاد را مصرف کنین بعد از مصارف امی میبخشین کپ تارم قبل بله. در اینجا یک موضوع دیگه هم پیش میشه بله. اصل اسلام عروسی ها را چگونه تعریف کرده که باید چگونه برگزار شود دین مقدس اسلام
اولین مسئله که تاکید میکنم که در عروسی ها باید معصیت الهی صورت نگیره و در معصیت الهی همین ساز و آواز و رقص و بکاب و اینها اینا معصیت هم و در مراسم عروسی دوست جمعی بالعکس توسط آیات قرآن و مدعاهی و قرائت دعاها و خواندن دعاها آغاز می شود و این چیزی است که دین مقدس اسلام بیان کرده و توصیه نموده است. این فرهنگ عام شود چقدر خوب می شود و چقدر به اصطلاح فحشا را در جامعه کم می کند؟ اولش اینه که اگر این فرهنگ ترویج شود می تواند برای اقتصاد کل جامعه کمک کند و از مصارف گزافی که در عروسی ها می شوند از اونها جلوگیری کنند. این مسئله اول. و مسئله دوم اینه که می تواند این عروسی ها برای بتونه برای مردم برای جوانان ازدواج آسان فراهم کنه، چون می بینیم خیلی از سال سنشان بالا می رود توان ازدواج نداره. اگر اینها برگزار شود می تواند که بسیار به طور آسان مراسم ازدواج های جوانان برگزار شود. موفق سر بلند باشید. سلامت باش برادر عزیز. مهندای عزیز، اینجا هم یک تیم ویژه به خاطر آوردن کیک و محفل هستن و شما جیان برنامه را دیدین، پاچه تفصیلی هم جیان داشت و فعلا هم همی جوانایی را که شما میبینین به خاطر هر آقا داماد یک عدد کیک بسیار مقبول زیبا برشان تهیه کردن تا که امی عروسی شان از این هم زیباتر شد، چون یک بخشی از عروسی، یک بخش از رسم رواج عروسی امی مسئله قطع کردن کیک میباشن و این جوان ها هم آمادگی دارن تا برن به داخل محفل و تا چند لحظه دیگه قطع کردن کیک هم مراسمش برگزار میشه که با شما به تصویر میداشتیم و قنیق عروسی پرچم جوش هست و من با یکی از دوستا صحبت میکنم در رابطه با اینکه رسم رواج کیک بکنه و این برادر زیاد دوست دارد، من آقا داماد دو دانه گرفتم، این که پیش سوری از دوستای یک دانه کیک است، این حتما دو برادرش هست، دو دوستش هست، دو دانه کیک گرفته. سلام. سلام برادر، چی حال داری؟ صحتتون خوب است؟ باشه، زنده باشه. سلامت باشید. خود دو دوست، دو رفیق، دو برادرت عروسی شست یا چی رقم همگی یکی پیش از پیش خود دو تانه؟ نه تعداد انتظامات کم بود، به خاطر ما را دو دانه دادن. خب ماشاءالله تا جان میگه تیار هستی و جوان هستی دیگه، میتونی ان شاءالله که انتقال ببری. ان شاءالله بخیر سلامت باشه. از برادر و از دوستا کس هست دی محفل امروز؟ نه از جان هست. چقدر خوب است، چقدر خوب میشه به نظر خودت که می رقم مراسم زیادتر شود؟ می رقم بسیار بهتر میشه برای مردم، از اینا عروسی قضا واسه می رقم میتونه راحت عروسی کنه، ازدواج کنه. خودت چطور عروسی کردی؟ نامزاد است یا پلان داری؟ بخیر. نه من نه عروسی کردم نه نامزاد است. نه پلان داری؟ پلان داریم خال نه دیگه. پلان داری؟ اینم تی اگر عروسی که برگزار شده دیگه واسه بخیر من خب چوب بده نام نویسی کن. چای. یو سیلاب صاحب پیدا کنه یو این نفری که به اصطلاح امی عروسی رو برگزار کرده. بله بله خیر پیدا شین که مصرف کم شود. مصرف کم شود. برازیو چی چیز داره در نظر گرفته؟ چی تو تفایف در نظر گرفته برای جوره هایی که بلاقه عروسی چه سو مراسم عروسی شون خیلن؟ عروسی جان انقه که ما خبر داریم یک عدد کیک است، یک عدد قرآن است، یک جلد قرآن و یک آینه است. خلاص. و من یک وقت بسود شان دیگه شده گنم این مراسم عروسی خودش به مراسم بسیار گذاب هست نیده یک عروسی خاصتا در یک مراسمش اضافه تر از 3 لک تا 4 لک افغانی مصرف میشه. بله موفق سر بلند باشه، امیدوار شد فلا عروسی خودتان بکنه انشاءالله. سلامت باشید. یا با اینی جوان دیگه ماشاءالله که هم اگرچه وزن از کل کل زیاد است اما یک دانه کیک گرفته یا سالش خورده است نمیفهم. سلام. سلام. چه حال سلامتون خوب است؟ تشکر شما. خودت شیرمست هستی یا چه رقم؟ اگرچه نوخده در تنه تیار هستی اما یک دانه کیک گرفته. قبلا دو دانه بود چون دستم شهر شده بود یک شهر دستم دو ساته بود. برادرت هست؟ خوهرت هست؟ کیز در این مراسم؟ یکی از دوسته هست. بله.
چقدر زیاد خوب نیست، اینچنین عروسی ها چقدر واقعا خوب میشه؟ این عروسی ها برای مردم قشر غریب واقعا خیلی موثر میباشه، چون کسایی که تازه به سن بلوغ ازدواج میرسن اگر بخواین زوج بر خود پیدا بکنن این هزینه بیشتر باعث خرابی همون زندگی آیندهشان میشه. پس چی خوب است که هر جوانی که آرزو داره به می روز عروسیش یک برنامه تجلیل شود، اما همچه یک برنامه که از اینی کمتر داشته باشه بگیرم خیلی خوب میباشه. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشید. دای عزیز در کنار ما یکی از خسرهایی است که امروز دخترشان الحمدلله به خانه بخت میده و واقعا خوشحال هم هستن. اول شد صحبت ها میداشته باشه با ایشون. سلام علیکم. اول خبری کشم سلامت باشین برشون برای همه عزمی و دوای عروس دمتا و برای رسمتا بر هر همگی مبارک باشه انشاءالله، برای کن مؤمنین مبارک باشه و از سلام خیلی بردگران خواه تاویل کده که اگر میتون برسم عروسی بر بیزار شد در اول و امیدی سعید عربی رفوم برای همه مؤمنین تبدیل میگه که این روز ایدی است که انشاءالله ما افتخار میکنم، ما بخصوص مشاهده افتخار میکنم که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم حضرت امیرالمومنین علیه السلام و سلام را با جانشینی خود چی کرده دیگه؟ آیسته چقدر وقت نامزد بودن و خودت بارش چقدر مصارف مانده بودی که پورا کردن را و سر انجام بالاخره دارید یک عروسی و یک مجلس خود تو امروز نشده و فامیل داماتا تقریباً شاید این سال یا تین سال هم چیزا شده بود نامزد بود سرم با داماتا باز چقدر مصارف بارشان بوده؟ چقدر توی آنگ سرش مانده بودی؟ والا ما کی وقتی خواستگاری آمد خانه ما به دختر ما خواستگاری کردن قبول کردن، وقتی قبول کردن یک مدت که من در بازمی توهای دیش جمعی کیا بود اما از ما درخواست کرد درخواست توی دیش جمعی را بدون از اینکه من چیزی از اینا بگذارم به سر از اینا یا چیزی از اینا تقاضا کنم ما بلا معطل حاضر شدیم که توی دیش جمعی ما از اینا توی دیش جمعی چقدر روشتی به خوب فرهنگ از به نظر شما؟ بسیار فرهنگ بجا وقتا فرهنگ اسلامیه از یک دفعه فرهنگ بهتر ما نمیدینیم دیگه که باشه یه در پناه اطراد، اطراد پاکی آیسته، یک موضوع دیگه، موضوعی است که باز از طرف می مراسم که برگزار شد چه چیزا برشون تحفه گرفته شده و همچنان آقا داماد باز چیز خریده برای به اصطلاح برای دختر شما و به حساب برای فامیل و دوستایی که به حساب یک ترتیبات رو میگیرنیم؟ یعنی برای دختر ما شاید چیزی نخرده یک دوتا چی کار رو خریده؟ چی داماد؟ داماد چیه؟ رابسکار که سرخواه نه گفتی انگوشتر گرفته؟ نه دوتا انگوشتر گرفته برای چیه یک گوشوره گرفته واقعا دوسته از وقتی میبینیم چنین فامیل های چنین پدرهایی را که ملاخره حاضر میشن و یک فرهنگ سازی میکنن من دارم شاید که از پدر دختر یا از داماد چی از پدر داماد یا از داماد کده من زیادتر جز برش گرفته باشم تلاه دارش باشم برای ماشاءالله حتما کار شده من زیادتر گرفتم باشم بخش سلامت باشه پیام و گفتنی داشته باشه کمره ما در خدمت سلامت باشه چیزی گفتنی هم ندارم گفتنی ما یه که برای همه از این مومنین راضی باشه به ادمی بچه های خود دخترهای خود ادمی که یک مراسم دستی جمعی روسای دستی جمعی نامزد کنه و سفتنام کنه و بی گرد یا همی چیز گفتن بیه چیز گفتن مرسی زیاد تشکر از شما کنار خاصی نبیدیم سلامت باشه قربان ایتی کلم سر پاش کسه سبت بخیر سلامت باشه خواهش میکنم خواهش میکنم سلام علیکم ای زمان نعطم آقیدی زمان جای عزیز قسم که شما دیدین ماشاءالله 72 زوج امروز عروسیشان بود و جای واقعا خوشبختی است
امیدوار هستم که این مراسم ها بیشتر شوه و هموطنان ما بتونن با بسیار سهولت با اون خوشبختی های زندگی خود برسن و با امید از اینکه فرهنگ عام شوه و خیلی جای خوشبختی است که ببینیم امروز هموطنان ما خوشحال هستن و در یک فضای واقعا پر از صمیمیت زندگی میکنن. امیدوار هستم که با پای هم جوان بریم. دوستان عزیز، این بود گزارش اینجا و اختصاصی از جریان مراسم مراسم عروسی دست جمعی در کابل با شما داشتیم. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. منتظر انتقادات، پیشنهادات، سلام شما عزیزان هستیم. میتونید سابسکرایب کنین، میتونید با دوستان شریک بسازید، کامنت نشته کنین. امیدوار هستم که داشته های برنامه ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. گزارش امروزی تا گزارش بعدی، الله حافظ.